به نام خدا. سلام عزیزان بیننده، شما بیننده برنامه خبر برتر از تلویزیون نگاه هستید. این برنامه را من زینب سایی به شما ارائه می کنم که به نشر اسناد محرمانه ماموریت نظامی آمریکا در افغانستان اختصاص دارد. یک نهاد موسوم به ویکیلیکس نزدیک به 100 هزار اسناد محرمانه نظام آمریکا مرتبط با جنگ در افغانستان را منتشر کرده که نگرانی دولت آمریکا را نیز به دنبال داشته است. بر اساس این اسناد پاکستان به سازمان جاسوسیش اجازه داده به شورشیان طالب در افغانستان که علیه نظامیان آمریکایی و دیگر سربازان ناتو می جنگند همکاری کنند. برای نخستین بار از زمان حضور نظامی آمریکا در افغانستان از سال 2001 ده‌ها هزار اسناد محرمانه نظامی و اطلاعاتی نظامیان آمریکا از سوی نهادی موسوم به ویکیلیکس به بیرون درز کرد. این اسناد که رقم آن به 90 و چند هزار سند می‌رسد، بخش‌های مختلفی از فعالیت‌های نظامی آمریکا در افغانستان را در بر می‌گیرد. اما در واکنشی که از سوی بارک اوباما رئیس جمهور آمریکا در این زمینه مطرح شد، گفته شد که این اسناد شامل هیچ گونه اطلاعات جدیدی که تاکنون در مورد قضیه افغانستان مطرح نشده باشد نیست. با این هم آقای اوباما از اینکه اطلاعات حساس از میدان نبرد به بیرون درز کرده نگران است. در این اسناد معلومات تازه‌تری که در مورد کشته شدن غیر نظامیان نیز مطرح شده، متفاوت تر از آن چیزی است که نظامیان آمریکا آن را اعلام داشته است. و اما نشر این اسناد با توجه به شرایط حساس زمانی چگونه ارزیابی شده می تواند؟ در این شکی وجود ندارد که پاکستان در جنگ افغانستان دخالت های پیدا و پنهانی دارد. در گذشته ها هم حکومت افغانستان بارها این مسئله را مطرح کرده و گاه گاه شماری از مقام های دولتی ایالات متحده آمریکا نیز یا تلویحا یا در مورد های هم آشکارا قبول کردند که پاکستان در مورد افغانستان مداخله هایی دارد، ولی هنوز به صورت رسمی از سوی دولت ایالات متحده آمریکا پاکستان متهم به مداخله نشده است. ولی همین که در رسانه‌های غربی و سوی بعضی از نهادهای پژوهشی غربی پاکستان متهم به این میشه که در جنگ افغانستان دخالت دارد، این میتواند فشار باشد بر روی سیاستمداران ایالات متحده آمریکا تا آنها را وادار به این بکنه که اعتراف کنند که متحدشان پاکستان در امور افغانستان مداخله میکنه. البته هنوز زود است که ما بگوییم به صرف همین قدر افشاگری ایالات متحده آمریکا به صورت رسمی حاضر بشه که پاکستان متهم به مداخله در امور افغانستان بکنه. ولی بعید نیست که این افشاگری های تازه مقدمه باشد برای افشاگری های بیشتر رسانه‌ای تا بتانه در حد این افشاگری ها گسترده بشه که به یک فشار بتانه تبدیل شه بر روی ایالات متحده آمریکا که آن را وادار به اعتراف کنه که پاکستان در امور افغانستان مداخله میکنه. به نظر من اصلا این لیک یا هر چیزی که نامش میگذارن ای از دو دیدگاه باید دیده شوه. یکی خو از خود همی عملیه لیک ساختن اینقدر اسناد 91000 سند که میشه از صدها هزار ورق شو، اگر یک هر سندش دو ورق باشه 180000 ورق میشه و ما هم دارید تقصد امکانات الکترونیکی انترنت یا کمپیوتری شاید لیک شده باشه، آدم نمیفهمه تفصیل چه. زمانش هم دلچسب است و خود ازی به ذات خود یقینا مواد را احتوا میکنه که اگه سیزی اسناد گزارش هاست سند نیست که بر اساس کدام واقعیت استوار باشه، گزارش هاست که فرض میکنم یک نفر میره یک چیزی میگه و از او گزارش نوشته میشه و باز در جمله زمی اسناد نگهداری میشه.
و بازی مطالعه میشه. پس یک تعدادی از این گزارش ها امکان داره که گزارش های خام بوده باشه که هیچ اصلا مستند نباشه و هیچ معنی و ارزش هم نداره. یک سری گزارش ها گزارش هاییست که قابل بحث است، مثلا تلفات ملکی مثلا دست پاکستان و استخبارات پاکستان و یا ایران در افغانستان و بازی هایی که در افغانستان صورت میگیره، یا موضوعات مختلف به ارتباط فساد و موضوعات امنیتی داخلی. این موضوعات هم قابل بحث است به نظر من، از دیدگاه من. این اوتور یک چیز نیست که ما یک کشف جدید کرده باشیم، کدام چیزی را گفته باشیم که ما خود ما و مردم افغانستان از او خبر نبوده باشیم. در این چند سال من شخصا خودم از سال 2002 تا حال میفهمم که با مجرد که عملیات نظامی به شکل وسیع در افغانستان آغاز شد، یک چیز بسیار تأسف آور مگر قابل توقع بود که تلفات ملکی وجود می داشته باشه در جنگ. بخش دیگه از این موضوع موضوعی است که ما کدام کشف جدید نیست که بسیار متعجب باشیم، متحیر باشیم. موضوعات است که ما چندین سال است از او خبر داریم. مثلا از سال 2002 من شخصا می فهمم که با مجرد که عملیات نظامی در افغانستان به شکل وسیع آغاز شد، یکی از اثرات جانبی عملیات نظامی تلفات است، هم ملکی هم نظامی. و یک پدیده شوم جنگ همیش در طول تاریخ که جنگ بسیار کریه و شوم میسازه، همی تلفات غیر نظامی است در هر وقت، تنها در افغانستان، در هر جا. و هیچ جنگ بدون تلفات نظامی غیر نظامی پیش نمیره و نخواهد رفت، مگر من در کوشش انسان ها، کوشش دولت ها دهی باشه که اول جنگ با وجود نبیه، دوم اگر ناگزیر میشیم که بجنگیم، تلفات ملکی و افراد بیگناه باید پایین بیاد. در این موضوع، در این اسناد که گزارش هایی که راجع به تلفات ملکی نشر شده هم به نظر ما بسیار تعجب آور نیست که تعداد تلفات کم نشان داده شده، تلفات غیر ملکی و تلفات نظامی هم تغییر داده شده. وقتی که یک جنگ به این سویه در یک منطقه صورت میگیره، قابل توقع می باشه که همه چیز به اساس واقعیت ها استوار نمی باشه. اما ای که ایره مطبوعات غرب به این سویه پرداست میتن، من میتونم درک بکنم بخش استخباراتی، رول استخباراتی پاکستان و ایرانه. فکر میکنم که ایره هم ما نه تنها در 8 سال بلکه ده ها سال است که میفهمیم که پاکستان آرزومند است که افغانستان ضعیف بنابر محاسبه که پاکستان از منافع استراتژیک خود داره، یک افغانستان ضعیف و تحت حمایت میخواد. ایران قرن هاست که افغانستان ضعیف و یک افغانستان که برش تهدید نباشه میخواه. و ای از دیدگاه ایران و از دیدگاه پاکستان به نظر من قابل فهم است، اونا به خاطر منافع خود اینمی محاسبه را کردن. اما اینجا باز هم به ما یک درس است که اینمی لیک، امی دستبازی های استخباراتی ایران و پاکستان مستند وجود داره، عملا ما از او آسیب میبینیم. اینال ما چی باید بکنیم که اینا مداخله منفی را به یک همکاری مثبت تبدیل بکنه؟ به این بحث اساسی باید این باشه به نظر من. نشر اسناد البته آنگونه که تا هنوز گفته شده در محافل آمریکایی احتمالاً از توی یک افسر زندانی آمریکایی صورت گرفته و دولت آمریکا تحقیقات خود در این مورد ادامه میده تا به عوامل و انگیزه های واقعی نشر این گزارش دست پیدا کنه. فراموش نکنیم که در افغانستان نسبت به حرکت های نظامی زیادتر جنگ های استخباراتی آغازه. اضافه تر از 60 نهاد یا نهاد استخباراتی در افغانستان مصروف فعالیت هستند در منطقه. من فکر میکنم که افشای این موضوع را که وبسایت وی کلکس نشر کرده، بازی نوی است که در منطقه آغاز میشه. به این معنا که در روزا آقای حامد کرزی کوشش میکرد به شمول رئیس جمهور ایران که یک همگرایی منطقوی وجود داره، یعنی تفاوتات منطقی وجود داره. من فکر میکنم که دنیای غرب اجالتاً با همگرایی های منطقی، یعنی با نزدیک شدن کشورهای منطقه روزی نیستن. و ای افشای از این اسناد میتونه از یک طرف همگروه‌های منطقوی را متضرر سازه، بر هم بزنه، یعنی پاش بته دور کنه از یک دیگر، و از جانب دیگر سیاست مدارها
و نیروهایی که در این منطقه حضور دارن تشویشی به اونا ایجاد کنه، چون این افشاگری ها تعیین سرنوشت میکنه و بعضی سیاست مدارا